خب به نام خدا درس باز هم از کنترل پنل ادامه میدیم و این روز ما شما یه ذره کم نمیکنیم. یه ذره کم را کی یک تشریح میکنه؟ کسی خوانده کار کرده. نگم تو تشریح عمومی. شما بگین یه ذره کم چی هست؟ چی کار میکنه؟ یعنی میشه بدون یه ذره کم هم کمپیوتر استفاده کنیم یا نه؟ بدون یه ذره کم نمیشه. همین که گفتی ادمنستریتور خودش یک چیز، یک ذره کم است، یک نوی از ذره کم. چند نوی ذره کم داریم؟ چی گفته میتونه؟ شما بگید. کدام کدام است؟ آفرین. گیست است؟ آه مهمان. یکی دیگه هم؟ استاندارد است. بله ما سه تای ذره کم داریم. و فرق شده کسی گفته میتونه؟ چه فرق داره؟ آها یعنی ادمین یعنی مدیر درسته؟ بله. و استاندارد؟ در دیگه اکانت ها دسترسی نداره. بسیار عالی، بسیار خوب. گیست به نظرتان؟ آه خودش دیگه یک از نامش پیداست، مهمان. یک وقت که اگر کسی بیایه اونجا کار کنن، درسته؟ سعی کنیم من امیر تشریح کنم برای شما. دوست شما بسیار خوب بیاره کار کرده، حتما یاد داشته یا کار یا خوانده یک جایی. ما شما داریم یوزر، اکانت یوزر چی میشه؟ یوزر به معنای کاربر، استفاده کننده. بله کسی که استفاده میکنه. اکاونت به معنای حساب البته، یعنی یک معنا داره. میشه در بعضی جاها میسته که شما وقتی میگین در اکاونت ما کردیت نیست، در اونجا شما اعتبار معنا کنید، مورد اعتبار یا اعتبار شما چقدر است. خب به هر صورت دوش در معنای شما کار نداره. میذار اکاونت کسی که یک اکاونت برای خود داره و از او استفاده میکنه، یعنی کاربری کامپیوتر، یعنی کسی که مثلا من، مثلا شما در کامپیوتر استفاده میکنید به حیث یوزر میشه. اینال اکاونت هایی که ما و شما داریم تایپش فرق میکنه، نوعیتش فرق میکنه. نوعیتش ما و شما یک ادمنستریتور داریم، درسته؟ ادمنستریتور فکر کنم اسپلینگش هم تو باشه، شاید اگه اشتباه خیر ادمنستریتور. و یک استاندارد داریم، استاندارد و یکی دیگه ما و شما چی داریم؟ گیست داریم، درسته؟ خب، یک گیست و استاندارد اینا رو من دانه دانه داشتم توضیح میدم. اول که معنای از این از معنایش پیداست، مدیر کل. یعنی ما و شما میگیم که این فول پرمیشن داره. چی داره؟ فول پرمیشن. فول پرمیشن یعنی 100% اختیاراتی را داره که در کامپیوتر تجربه کرد. 100%. و در اینجا وقتی میایین، اینو شما میگین که هاف پرمیشن داره. درسته؟ هاف پرمیشن. یعنی گفتن میتونیم که 50% اختیارات داره تا که در کامپیوتر تجربه بیاره. و گیست وقتی ما شما میگیم گیست یعنی چی؟ یعنی تقریبی یا دیگه کلیت اینا میگیم که تقریبا یک 30% اختیارات داره که در کامپیوتر کار کنه. با چی معنا؟ کسی که نوعیت اکاونتش ادمنستریتور است هر نوع تغییرات در کامپیوتر آورده میتونه. مثلا میتونه یک برنامه را نصب کنه، میتونه برنامه را دیلیت کنه، میتونه در کنترل پنل بره یک جورایی به قفل کنه، میتونه زبان اضافه کنه، میتونه زبانها را کم بکنه، میتونه هر نوع پالیسی در روی کامپیوتر خود وضع بکنه و میتونه دسترسی در هر اکاونت دیگه هم داشته باشه بجز ادمنستریتور. یعنی فرض کنید اگر دو تا ادمنستریتور باشه با دیگه دیگه خود اونا چی ندارن؟ پرمیشن نداره، اجازه نداره، دسترسی نداره. اما در دیگه اکاونت ها دارن. میتونه یک اکاونت دیگه رو بسازه، میتونه اکاونت های دیگه رو دیلیت کنه، از بین ببره، اصلا نباشه. فهمیده شد؟ اینه میگه ادمنستریتور. و نوع کسی که نوعیت اکاونت استاندارد است او 50%. البته تقریبی حتمی نیست که ما بگیم 50%، یعنی اختیارات کمتر داره نسبت به ادمنستریتور. مثلا نمیتونه هیچ برنامه را نصب کنه، هیچ برنامه را نصب کرده نمیتونه، هیچ برنامه را دلیت کرده نمیتونه، هیچ اکاونت دیگر را ساخته نمیتونه و هیچ فایل را هاید و انهاید کرده نمیتونه. اما کار میتونه سر برنامه ها، میتونه در هارد دیسک دسترسی داشته باشه.
میتونه داخل هارد دیسک باز کنه، هر فایل رو پلی کنه، هر کاری هم انجام بده. این کارا رو میتونه. میتونه یک فایل در فلش بگیره، میتونه از فلش فایل ریز کنه بخونه. یعنی کارا رو میتونه. و کسی که گست است، گست به معنای مهمان. یک وقت شما گست هم جور نمیشه، کریت نمیشه. گست فقط فعال و غیر فعال میشه. شما فعال میکنین گست و یک کسی میاد که میخواد کار بکنه، فقط از روی گست وارد میشه، پسورد هم نمیخواد گست. مستقیما وارد میشه. در کامپیوتر که وارد شد مثلا اینترنت تو نگا وصل باشه او کار میتونه، میتونه از اینترنت استفاده کنه، یک براوزر رو بره سرچ بزنه یک چیزی را، یا یک برنامه را باز کنه، بعضی کارها را در یک برنامه انجام میده. اما هیچ نوع تغییرات را آورده نمیتونه، هیچ نوع تغییرات، حتی شاید فلش استفاده کرده نتونه، یعنی نتونه یک فایل سیو کنه، فایلی که اختیار نداشته باشه. فهمیدین یعنی؟ و ما و شما زمانی که ویندوز را نصب میکنیم، کامپیوتر به خود ویندوز میزنیم، در امو لحظه ای که میگی تایپ یور یوزر نیم، اونمو لحظه یک تا اکام جور میشه که نویش از نمی ادمنستریتور گرفته میشه، اوتومات خودی کامپیوتری رو میگیره. دیگه شما نمیتونید که او را تغییر بیتین و استاندارد جور کنید. چرا؟ بخاطری که یک دانه ادمنستریتور حتمی باید باشه در اون کامپیوتری که شما استفاده میکنید. بعد از اون میتونیم که ده ها تا دیگه استاندارد بسازیم یا ادمنستریتور بسازیم، دیگه فرق میکنه که شما کدامش میسازید. صحیح شد؟ میریم که اول تغییرات روی از امو اکاملی که هست، یوزر اکاملی که ما شما فعلا داریم، دمو تغییرات بیاریم که چی تغییرات آورده میتونیم. بعد از اون بریم که اکامل جدید چطور ساخته میشه و چی کارهای رو روش کرده میتونیم. میره به کلود میزنم دیگه از این موضوع فامیم. سر یوزر اکامل کلیک بکنیم، اول منیجر نظر اکامل بزنیم، سعی کنیم که چند تا اکامل داری. چند تا اکامل داری؟ یک تا به نام چی؟ اسدالله سفی لوکال اکامل است. نوعیتش چی است؟ ادمنستریتور است. آه این سپلینگش هم درست بوده. و پسورد پروتکتد، پسورد هم گرفته، پسورد هم داده شده. یعنی شما به لحظه که ویندوز میزنید باید یک تا نام تایپ بکنید که زر اکاونت جور شود، ولی فرق نمیکنه که تو پسورد هم لحظه میدی یا نمی، اوش مشکل نیست، اما نام ضروری است، باید نام بدید. اینا رو میریم سر زمین کلیک میکنم، یعنی تغییرات رو آورده میتونم. گفته چین در اکاونت نیم، نامش تغییر بدید، نامش میمونیم علی، چینج میکنم and didn't add it. گفته چینج ده پسورد، پسورد چرا باید ما شما تغییر بدیم و از ما چی خواستن؟ کرنت پسورد، پسورد قبلی. من پسورد قبلی رو میزنم، بعد از اینکه میایم نیو پسورد. چرا پسورد قبلی میخواین؟ کی گفتم میخوانم؟ بله، مطمئن شوه که خودم هستم یا کسی دیگه ای آمده، کامپیوترم روشن بوده، یکی دیگه آمده تغییر میدن. اینا رو به خاطر میگم که تنها در اینجا نیست، بسیار جای اینا کاربرد داره. شما وقتی که اگر کامپی ایمیل و چیزا میسازین باید بفهمید معناهاش رو. خب دلیل چرا کنفرم بکنم؟ باز مثلا من اینجا تایپ کردم 1 2 3، اینجا میخوام که کنفرم بکنم 1 2 3. چرا کی گفتم انسانا؟ چرا کنفرم اومد؟ آفرین، پسورد اشتباه نشده. ببین من یک وقت تایپ میکنم 1 2 3، مدد فکرم 1 2 3 است، دیستم سری 4 کلیک میشه یا سری یک عدد دیگه. او زمان دیگه من اگر پسورد را قبول کنم و ما برم ساین این شوم، ساین این شده نمیتونم دیگه. ما خونه میکنم که واقعا دیستم سری کدام کلیک خورده، هر کاری بکنم برو کار وارد شده نمیتونم. اگر اشتباه باشه یه درست باشه هم قبول نمیکنه، این اشتباه باشه دیگه درست باشه هم قبول نمیکنه، هر دوش باید یکی باشه. وقتی یکی بود مطمئن هستیم دیگه که ما اشتباه نکردیم. پسورد هینت به معنای چی؟ به معنای نشانی. درسته یک نشانی میکنیم که من از عدد استفاده کردیم یا من از حروف استفاده کردیم. اصلا میشه اینجا نزنیم چینج پسورد، پسورد هم چینج. گفتن چینج در اکانت تایپ، تایپش هم میخواییم تغییر بدیم. ببین یکی استاندارد است، یکی ادمنستریتور. و چرا استاندارد غیر فعال است؟ دیگه اکانتی ادمنستریتور نداریم. اگر ما یک تا اکانت به ادمنستریتور میداشتیم حتما نمی اومد ما این رو تغییر داده میتونستیم. یعنی برای ما اینجا میفهمونه که شما یک دونه اکانت از نوع ادمنستریتور باید داشته باشید، اما تایپش که میگه دیگه هیچ امکان نداره که استاندارد بگیره. اوتومیشن که ما مثلا کامپیوتر داشته باشیم، ما اختیاری کلش نداشته باشیم، یکی که باید باشه دیگه که اختیار کل داشته باشه. یعنی من اگر نظر اکانت اگر کلیک کردین میتونی حتی اگر اکانت دیگه هم بسازین، ما فعلا امیر جور کردیم. اگر برم یالی از اینجا ساین اوت شوم و من ساین این شوم، اما گفایی که ما تغییر دادیم دیگه حتما میآید و من فعلا ساین اوت نمیشم، چرا که یعنی ریکارد باز استاپ بشه. خب میریم که اکانت جدید بسازیم. این خوب بود که اکانتی که ما تغییرات روش میآوردیم.
باش راضی یک چند تا تغییر دیگه هم مانده بازم برو سر کنترل کنن. تغییرات دیگه هم ما باید بتانیم بیاریم. اگر بخوایم پیکچرش تغییر بدیم یا بخوایم که پسوردش دیگه پسورد بانیم، پسورد پیکچر بانیم، پسورد پترن بمانیم، یعنی دیگه چیزا را اگر میخوای استفاده کنی از این طریق نمیشه، باید بگیم که make changes to my account in this PC. اینجا کلیک بکنیم تمام معلومات شما رو میگه، میگه یک دفعه اینی عکس استفاده کردین، یک دفعه هم شما اینی عکس فعلا استفاده میکنید و این معلومات ما میگه یور انفورمیشن تمام اینا کار دیگه گفته علی از لوکال اکاونت است، ادمنستریتور است، درسته؟ شما میخواین پیکچر از زیر بمانید سری کامرا کلیک کنید، در این لحظه یک تا عکس بگیرید، کامرا کامپیوتر کار نمیکنه فعلا، سر براوز کلیک میکنم میتونم یک دانه عکس از داخل کامپیوتر اینجا بیارم، هر عکسی که باشه، مثلا یعنی منظره رو میگیریم یک تا عکس من میمونم، یعنی عکس مثلا میمونم یا یعنی عکس میمونم چنج، اما تصویر اون دوچه آه صحیح شد. خب یه تصویرش ما چطور تبدیل میکنیم؟ دیگر کدام گفت اینجا نداره، گفته ایمیل این اپلیکیشن اکاونت. اگر شما یکان اکاونتی دارین، یعنی اپلیکیشن اکاونت دارین یا یکان ایمیل میخواهید اینجا اضافه بکنی، میتونید اینجا اد اکاونت بزنی و یک تا ایمیل اینجا داشته باشید. شاید یه ایمیلی ما برای ما کمک کنن که کسایی که همین لحظه آنلاین است برای ما ایمیل میزنه و روز که ما برتون میگفتم کانتکت اینجا میامد نه؟ دقیقاً اون موضوعه. یعنی برای ما شما اگر ایمیل میآید هر چی میآید این کانتکت وقتی اینجا داشته باشیم، اینجا فعلا ما نگرفتیم، شما اونجا میتونید کانتکت بگیرید دیگه، میسیجش میآید، ایمیلش میآید، هر چی خواسته باشید میآید، در صورتی که ما ایمیل آدرس خود همین لحظه اد کرده باشیم در اکانت خود، اگر نکرده باشید خود نیست. و ساین این آپشن، ساین این آپشن دوستا آپشن بجوز پاسوردی که ما به این شکل میمونیم، یعنی کریکتر و عدد است، میشه ما از پین هم استفاده کنیم. پین در واقع چی هستن؟ پترن دیگه، یعنی یک شکل که شما رسم میکنید، باید تاج اسکرین باشه یا شما اگر این رو میخواهید که واقعا به شکلی چی استفاده کنید، به اون شکلی از این پاسورد باشه. اول ترین پاسورد خواسته ما باید رو بزنیم، قبول نکرد، یک دو سه بود تا قبول کرد، نیو پین، پین وارد کنید. شما اگر این رو کلوج کردین میتونید که از این استفاده نکنید، خودتان یک چیز رو چای بکنید، ولی اگر این رو کلیک نکردید باز باید باشه دیگه، چای نمیشه، چون باید یک تاج اسکرین باشه که مگه علامه را رسم بکنید، یعنی چه کلیک میکنی با انگشتت یک شکل رسم میکنی و میاد. اگر نکازی خواستی که میسی همون پسورد قبلی میشه دیگه، نه فرق نمیکنه، اما یک پسورد هست، یعنی یک پسورد شما میتونید بدید دیگه. ما شما پیکچر پسورد داریم، سر از این کلیک میکنم بازم همون کرین پسورد خود باید وارد کنیم، یک تا تصویر میریم استفاده میکنیم، باشتم اینجا برو پیکچر رو بگیرو و جای پسورد میشه شما از چه استفاده کنیم؟ از یک تا تصویر، مثلا تصویر باشد ببینیم اینجا یکان تصویر جالب هست که ما در روی ازو کلیک بکنیم اینی رو میگیم. خب این خرگوش کار رو میگیریم و چیکار میکنیم؟ استفاده میگیم، میگیم یوز دیس پیکچر، امیر میخواییم استفاده کنیم. سه مرحله داره، شما یک دفعه اینجا کلیک کنیم، یک دفعه در یک گوشش کلیک کن، یک دفعه در کدام گوشش کلیک کنیم، میرم اینجا صحیح شد، یا لباس دوباره میره کنفرم میکنیم، یک دفعه اینجا دقیق همون جایش باشه دیگه، یک دفعه اینجا و یک دفعه دیگه اینجا، خب درست شد، بله کانفیگوریشن فینیش. یا دیگه همون تصویر به جای پسورد استفاده میشه، باشه بخیر ساین این میشیم شما ببینید چرا هم هست. و اگر از این خواستید میتونید داینامیک لاک هم بگیرید دیگه، ویندوز کن یوز دیوایسز، حتی اگر دیوایسی اگر مثلا شما اگر یک وقتی فینگر پرینت داشته باشین از اینا هم میتونید استفاده کنید، به شرطی که او وسیله باشه پیش. فهمیده شد؟ این بود از ساین این آپشن. گفته اکسس ورد و ریسکول، شما یک وقت میخواهید از طریق از امی اکاونتی در کجا ارتباط داشته باشید؟ در مکتب خود یا مثلا در کاری خود. منظورش چی هست؟ منظورش چی هست؟ که کامپیوتر اونا شبکه است، اونا یک شبکه داره و شما میخواهید یک اکاونت در اونجا دارید، میخواهید اینمی اکاونتی تا یعنی به نام اسدالله اسفی یا به نام علی که بودن شما این رو کنکت کنید یا یک یوزر دیگر رو کنکت کنید یا توسط یک هر یوزری که میخواهید کنکت شوید در اونجا میزدی میمانه که شما دو تا مسنجر دارید مثلا، درسته؟ یعنی توسط دو ایمیل دو تا مسنجر دارید، توسط کدام ایمیل خود می اونجا کنکت میشید؟ با هر کدامش که دو تا اینترنت و فعلا ما نداریم، ما نمو شبکه رو داریم کار کنیم. فیملی ندر تیپل از اینجا میتونید یک تا اکاونت جدید بسازید. این بود تغییراتی که در روی اکاونت اولی میآوردیم. منظور از این گفت این بودن
که ما هر اکاونتی که داشته باشیم میتونیم یعنی میخوادم تغییرات روی خودش بیاریم. فهمیده شد؟ میریم سری اکاونت جدید که ما یک اکاونت جدید چطور بسازیم. Add a new user in this PC کلیک بکنید مستقیم وارد اینجا. هیچ دیگه لازم نیست که شما برین اول باشتون پیشتر آمدیم از اینجا اول من ایره دست دارم برتان ایره گفتم برتان ایرم گفتم ایرم گفتم بعد از اینجا کلیک کنید اما راه و اما رویش است دیگه فرق نمی کنم مستقیم هم اینجا نامدیم از اینی طرف آمدیم Add someone else در اینجا کلیک نکنم و گفتم Who is going to use this PC نام چای بکنید مثلا میگم که کی مرسل ایره استفاده میکنم و make it secure اگر شما خواسته باشید که ایره secure بسازید باید پاسورد بکنید دیگه و اینجا من میگم که 1, 2, 3, 4 پاسورد اینجا هم حد نیست اینجا باید بکنید شما این یک نشانی بکنید یک تا اکانت ساخته شد اگر خوش دارین که ببینید من اینجا دار اکانت بدینید ببینید یک تا اینجا سر میکنید یکم هم ساخته شد فهمیده شد خواهی یعنی گپایی بودن که دوستا ما در اینجا داشتیم و اکانت چطور ساخته میشه بازم اکانت میسازیم ولی اگر دیگه برتان بازم نشان بدون اینجا برین نوعیتش ببینید اینجا کلیک بکنیم منیجر ندار اکانت سریعی کلیک بکنیم چینج دا اکانت نیم میتونیم تغییر بدیم چینج دا پسورد مثل که ما اکانت قبلی رو دیگه بیکار رو کردیم چینج دا اکانت تایپ ببینید تغییر میکنم و نوعیتش چی گرفته شده؟ استاندارد گرفته شده اوتومات خودش استاندارد میگیره میشه شما ادمینستریتور هم بگیرید چینج کنید این ادمینستریتور یعنی دو تا ادمینستریتور داره و بهتر یه سن که ما شما یه را استاندارد بگیریم اگر گفتیم چرا؟ چون دیگر دو مدیر در یک جای معنا نداره یعنی اما اختیار کی داره و هم داشته باشه همچون این یک معنا داره که ما به دوستا همیشه مثال میزنم شما دروازه را خلق کرده باشی کلی را من اونجا مانده باشی این یک معنا داره چون کلی کارا رو هم میتونه یا میتونه شاید یک تغییرات او بیاره یک تغییرات ای بیاره اصلا هر دوش جور ندیرید سیستم ولی گاهی شاید هم لازم شود نیست روز یک مدیر است نیست روز یک دیگر هر دویش باید ادمینستریتور باشد چرا جدا باشد به خاطر شاید اون فایل شخصی داره که نمیخواد یک دیگه استفاده باشه اگر نه مشکلی نیست دیگه پسورد خود باید برای ادمین بذارم صحیح شد خب الان من میرم ریکارد با نمیشه باشه گرچه نیست صدایش بعد از دیگه استاپ میشه و من میرم که ساین اپ نمیشم میرم از اینجا سویچ یوزر میتونم ساین اپ شدم یه استاپ میشه و من سویچ یوزر میتونم بعضی چیزا رو بهتون نشون بدم سویچ